و قبل از اینکه سلام و احوال پرسی بکنم با شما عزیزان میخوام تا از اتمسفر و فضای پرستش دور نشدیم تصویر رو که توی پرستش دیدم و پیغامی که خداوند برای شما امروز داره رو بهتون بگم و توی پرستش ها دیدم که چطور خداوند ساختمان کلیسای شما رو از زیر با بتون مسلح مستحکم میکرد فونداسیونش رو و چطور دیوارها رو با اون ابزاری که مستحکم میکنه که فرو نریزه تجهیز میکرد و چیزی رو که دیدم شماها رو در درون کلیسا دیدم و در بیرون طوفانهای شدید رو و اما خداوند در مرحله اول میخواد به شما بگه که ببینید که بر یک بنای مستحکم ایستاده اید. اون چیزی که نادیدنی هست اون چیزی که در زیر هست رو ببینید که این ساختمان و این بنا مستحکم هست اگرچه بیرون طوفانی است اما اینکه شما در درون بودید خداوند به شما میگه که شما اینجا نیستید در درون فقط برای اینکه زیشه هایت داشته باشید و حفظ بشید از طوفان بیرون بلکه برای این هستید که طوفان بیرون رو با فرمانهاتون ساکن کنید بلکه برای این هستید که مردمی که در بیرون در ترس از این طوفان هستن به شما پناه بیارن خداوند امروز میخواد که از تک تک شما این پیغام برای فقط کشیش آلبرتو کش نسرین نیست یا برای آرش نیست یا برای خادمی نیست برای تک تک شمایی که امروز در خانواده الفا هستید هست خداوند میخواد از طریق شما یک تفاوت رو در هامبورگ ایجاد بکنه خداوند میخواد توی این دوره ای که ترس دو سال هست سراسر دنیا رو فرا گرفته روح ترس بزرگ میشه و ترس از مرگ ترس از کرونا مردم رو به انزوا فرو برده و امروز ترس از جنگ اوکراین و سوریه ترس از این ترسی که در آلمانی ها میبینیم که افتاده خداوند امروز میخواد شما رو قوم فارسی زبان رو ایرانی و افغانی برکت بکنه برای آلمان برای اینکه کسانی که در بیرون ترس دارن به واسطه شما از ترس جدا بشن برای اینکه شما روح امید رو در این شهر بدمید برای اینکه خداوند به واسطه شما تغییر رو ایجاد بکنه و امروز خداوند این آفکابه و این وظیفه رو برای شما داره و من ایمان دارم که تک تک شما از پسش برخواهید اومد چون خداوند با شماست آمد. زو و الان سلام میگم و همتون بسیار بسیار خوشحالم که امروز اینجا هستم و هیچ چیزی زیباتر و بهتر نمیتونه باشه از این که در روز یک شنبه در خانه پدر با فرزندان پدر دوره هم جمع بشیم و بسیار بسیار ممنونم از کش نسرین و کش آلبرت عزیز که این اجازه رو به من دادن و من این افتخار رو دارم که امروز در خدمت شما باشم و همینطور میبایست که از طرف همسرم نازی جان هم به همه شما سلام برسونم در سفر هست نتونست بیاد ولی ما واقعا دانکبار هستیم برای کلیسای شما ما برنامه های شما رو میبینیم و میخوام اینجا تشکر بکنم از تک تک خانواده آلفا اومگا از تیم مدیا کشیشان برای این برنامه های عالی که توی اینترنت میذارید که واقعا بنا کننده است برنامه زندگی من برای مسیح چیزی که ما واقعا انتظار میکشیم که سه شنبه بشه و ببینیم و میخوام که اینجا خودتون برای خودتون برای کشیشان برای تیم مدیا دست بزنید و تشویقشون بکنید اما قبل از اینکه موزه رو شروع بکنیم میخوام یک سوال بپرسم ببینم آیا شما هم همون چیزی که من میبینم رو میبینید یا نه من امروز همینطور سلام هم میکنم به همه عزیزانی که در تل... از تل... طریق ویدیوها ما رو میبینند به همه شما عزیزان هم سلام میکنم چه لایو و یا چه بعدا از طریق ضبط شده ها و روی سخنم با شما عزیزان پشت دوربین ها هم هست اما اون چیزی که من امروز میبینم میخوام ببینم که شما هم میبینید یا نه من امروز خودم رو در جلوی یک گروهی از مهمترین و با ارزشترین انسانهای دنیا میبینم آیا شما هم این رو میبینید؟ <applause> یک بار دیگه میگم برای همه من خودم رو در حضور یک گروهی از بهترین بینظیرترین نظیرترین فوقلاده ترین انسانهای دنیا میبینم آیا شما هم میبینید؟ <applause> شما بی هستید شما بهترین هستید شما منحصر به فرد هستید و امروز همونجوری که برادر آلبرت گفت خدای پدر اینجاست و میخواد که یک کار مشترک رو در پایان با شما انجام بده و به اون خواهیم رسید و موضوع امروز ما هویت جدید من در مسیح هست هویت جدید تک تک ما در مسیح میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم اما چرا این موضوع مهم هست شاید ادعی از شما من رو بشناسید، شاید ادعی نشناسید یا عزیزان پشت دوربین، من از 18 سالگی اعتیادم به مواد مخدر شروع شد و به شدت گرفتار مواد مخدر شدم سالهای طولانی همه چیزم را از دست دادم، تحقیر شدم، در فرودگاه خوابیدم، در خیابون خوابیدم، در بیمارستانها خوابیدم ترد شدگی رو چشیدم تحقیر رو چشیدم و بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردم و اون چیزهای خوب رو توی کلام خوندم انتظار داشتم که یک بیگ بنگ یا یک تفاوتی توی زندگیم ایجاد شه اما مشابه تصادفی که بعد از جیلبرت کرد و دیروز تعریفش رو کرد در دنیای دیدنی در دنیای نادیدنی من همونجوری با کله خوردم توی یک دیواری به همون سختی و ناامید شدم چون ایبان آوردم به مسیح خیلی جملات خوب شنیدم ولی هیچ چیزی تجربه نکردم و بیشتر هم افسرده شدم و توی سالهای 2016 این طور های یک کتابی رو یکی از عزیزان به من معرفی کرد به نام داسبین ایش به زبان آلمانی که در مورد هویت بود و من شروع کردم این کتاب رو خوندن و دیدم چطور قدم به قدم این کتاب داره برای من مسائلی رو روشن میکنه و همینطور ادامه دادم و حالا میخوایم امروز با هم این موضوع رو در واقع بررسی بکنیم اما قبل از اینکه بخوایم به هویت جدید ما یا همه انسان‌ها در مسیح بپردازیم وقت من از الان لطفا حساب کنید قبل <applause> از اینکه بخوایم به هویت جدید بپردازیم میخوایم به اون اشتاتوس و موقعیت هر انسانی در پیش از ایمان به مسیح بپردازیم ببینیم چی بودیم اگه فولیه اول رو دومی رو بیارید یکی عقب دوباره ببخشید همین یک میخوایم ببینیم مکاشفه کتاب مقدس از آنچه که انسان پیش و پس از ایمان به عیسی مسیح میباشد کلام خدا توی رومیان پنجده میگه وقتی ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر خیش ما را به دوستی تبدیل کرد پس حالا که دوست او هستیم چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد پس یه چیزی برای ما روشن شد تمام انسانها چه در پیش از تولد عیسی مسیح چه بعد از تولد مسیح تا زمانی که مسیح رو نشناسند اشتاتوس و موقعیت و وضعیتشون دشمن خداوند هست ما سرودای پرستشی هم خوندیم گفتیم خدای باور میکنیم حرفهای طور چیزایی که میگه کلام خدا میگه و من نمیگم دشمن بودیم زمانی که عیسی به روی زمین اومد و به صورت انسان زندگی زمینی رو داشت توی یوحنا 15 15 میخونیم میگه دیگر شما را بنده نمیخوانم من شما را دوستان خود خانده هم. یه تغییر اشتاتوس یه پله دیگه جابجا شد یعنی از دشمن وضعیت تبدیل به دوست شد اما پایان ماجرا نبود توی یوحنا 20 زمانی که عیسی به صلیب کشیده شد و برخاست بعد از اینکه ظاهر میشه به شاگردان میگه به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم اما نزد برادران من برو و به آنان بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روهم. یه تغییر دیگه توی پوزیسیون و اشتاتوس انسان اتفاق افتاد حالا از دشمن به بنده رسید و از بنده تبدیل شد به چی؟ فرزند میگه به سمت برادران من برو من میرم به سمت پدر شما یعنی یک تغییر وضعیت که در مورد همه ما صدق میکنه یعنی همه ما باید این رو بپذیریم و بتونیم باش کنار بیایم. اگه بریم فولیه بعدی پس به ما میگه که ما در یک پروسه تغییر وضعیت هستیم یعنی یک چیزهایی بعد از ایمان به عیسی مسیح میبایستی که تغییر بکنه یک سری چیزها اتوماتیک تغییر میکنه یک سری چیزها پارت من و شما هست ما میبایست که با هم یعنی در واقع شخصا همراه با خداوند قدمهایی رو برداریم کلام خدا رومیان 6 3 و 4 میگه آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همانگونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم کلمه نوینی که توی متن اوریجینال استفاده شده از یک کلمه یونانی استفاده میکنه به نام کاینوتوس که فقط یک بار هم در فکر میکنم کتاب مقدس به عنوان نو اومده که معنیش هست کیفیتی متفاوت یعنی نه از یک جنس همون نو بشه یعنی یه ماشین نوی دوباره بخره مثلا یه پیکان بوده خراب شده یه پیکان نو بخره بلکه کلا یک چیزی با خصوصیات متفاوت که در تفسیرش در واقع میشه یعنی زندگی در روح القدس تبدیل در روح القدس این مرحله ای که باید اتفاق بیفته و اگر بخوایم مقایسهش بکنیم مثلا توی متا نو 17 میبینیم میگه شراب نو را در مشک های کهنه نمیریزن در نو این نوعی که اینجا استفاده شده منظور همون نوعه یه،, یه, شلوار نو بخرم یه پیرن نو بخرم این هست و توی دوم قرنتیان میگه پس اگر کسی در مسیح است خلقتی تازه میباشد هان چیزهای کهنه در گذشت همه چیز تازه شده است اینجا هم کاینوس یک در واقع صحبت از کیفیت نو میکنه پس ما تا اینجا متوجه شدیم نه تنها اشتاتوس و وضعیتمون تغییر میکنه بلکه میبایستی که یک سری چیزهای دیگه هم تغییر کنه کیفیت زندگی ما میبایستی که تغییر بکنه پس بی زحمت لطفاً فولیه بعدی پس ما متوجه میشیم که با یک پروسه روبرو رو هستیم پروسه ای که چه اون زمان برای قوم اسرائیل که شریعت داشتن یهود چه برای ما ایرانی ها و افغانی های عزیز و یا حتی تاجیک ها که اسلام رو داشتیم و شریعتی که همه ای ما میدونیم برگرفته شده از شریعت یهود هست میبایستی که جدا شدن از سبک و فرم زندگی سابق در ما اون به دین اتفاق بیفته یعنی غیر قابل کتمان هست باید اتفاق بیفته چطور مثال میزنم وقتی که من توی ترکیه به مسیح ایمان آوردم ایمان آورده بودم به مسیح سبک زندگیم عوض نشده بود یعنی من توی ایران مواد مخدر مصرف میکردم توی ترکیه مواد نبود مشروب میخوردم کاوه همون کاوه سابق بود یعنی در واقع انگار که یه شلوار نو پوشیده بود یه پیرن نو پوشیده بود سبک زندگی عوض نشده بود اون سبک میبایستی که عوض بشه و مطلب بعدی که بسیار مهم هست گذار از شریعت به فیض ما درگیر و وابسته شریعتیم ذاتا من یک مثال میزنم برای همه ما که بفهمیم تفاوت بین شریعت و فیض رو که چی منظور هست اینجا ما ایرانی ها به طور خاص اه. مثلا اگه یک کسی برای من یک کاری انجام بده بلا فاصله در جواب چی میگیم؟ بتونم جبران کنم یعنی ما ذاتا کلتور فرهنگمون یه طوره که یه خورده انگار که غرور درمون هست یعنی نمیتونیم چیزی رو از کسی گشنگ هدیه قبول بکنیم می که هر چیزی رو که به دست میاریم کار کرده باشیم براش یک چیزی انجام بدیم که یه چیزی بگیم تو ذاتمونه تو فرهنگمونه و به خاطر همین این مثل اگر ما از شریعت به فیض گذار نکنیم باز دوباره حالمون بد میشه چرا من یه مثال میخوام بزنم ببینید توی متا 22 36 تا 39 عیسی حکم میده میگه نخستین و بزرگترین حکم این است که خداوند خدای خود رو با تمامی دل و جان محبت کن و بعدم هم میگه همسایت رو همچون خیشتن محبت کن خب من به عنوان یه مسیحی اومدم حالا یه ذره بیشترم پیشرفت کردم مثلا کتاب خوندم این چیزها اومدم آلمان با همسرم این چیزها رو دیدم خوندم میگه خدای خودت رو محبت کن همسایت رو محبت کن شروع کردم گفتم اوکی من پس باید محبت کنم آقا می دیدم تو کلیسا کی مشکل داره کی کمک میخواد من بدوم برم به تمام کلیسا شماره تلفنمو داده بودم کمک میخوای من هستم این زنگ میزد اوکی میتونی بیا یه کمد رو جابجا جا کنیم یکی زنگ میزد میتونی بیا برای من فلان کارو کنی میتونی آقا ما میرفتیم خلاصه از صبح تا شب برای مردم کار میکنیم شب خسته میمدیم خونه نازی میگفت کجا بودی تا حالا کجا بودم خدمت میکردم به مردم کمک میکردم میگفت اه e, خب منم به تو احتیاج دارم آخه نمیشه که این واسه روز اول اینجوری میگذشت دوباره فرداش من به ده نفر دیگه هم قول داده بودم میام دور فردا میرفتم بعد می خونه نازی میگفت دیگه من نمیتونم این وضع تحمل کنم یعنی منم به تو احتیاج دارم بعد من میگفتم خدای این عجب داستانی داریم با اصلا متوجه نیست انگار ما مسیحیم ما باید خدا رو محبت بکنیم مردم رو محبت من دارم این کار میکنم این داره همش اوقات تلخی میکنه این چه بساطیه درون ما در درون ما هیچ چیزی نیست هیچ کدوم از ما هیچ استثنایی هم نداره از ما هیچ چیزی بیرون نمیاد باز هم بدون استثنا هیچ چیز نیکو و خوبی از درون ما نمیتونه بیاد بیرون چون هیچ نیکویی درش وجود نداره اگر لطف کنید فلیه بعدی اما سوال این میشه که چطور من میتونم به عنوان مخلوقی نو در زندگی نو قدم بردارم من امروز میخوام خدا رو محبت کنم با تمام محبت کنم تو زندگی خودم به مشکل خوردم علت با کار خودت با توان خودت ببین هدف من در پایان امروز این هست که تک تک شما و خود من و همه کسایی که پشت دوربین هستن بدونن محبت خداوند به ما دوست داشتن خداوند نسبت به ما بی و شرطه یعنی من و شما هیچ شانسی نداریم که کاری را انجام بدیم که به چش خدا خوب بیایم هیچ شانسی نداریم من و شما نمیتونیم هیچ کار بدی بکنیم که باعث بشه یه ذره محبت خدا نسبت به ما کم بشه من و شما همینطوری که هستیم با تمام ضعف‌ها و ایراداتمون خداوند دوستمون داره و نکته مهم اینه و میخوام به آخر به این برسیم که هویت تو اون چیزی نیست که دیگران راجع به تو میگن شاید مادرت یا پدرت ترچدگی تجربه کرد یا هی گفتن تو هیچی نمیشی از تو هیچ چیزی در نمیاد پسر فاطمه خانم رو ببین فلانه دختر عقدس خانم رو ببین ال یا زنه به شوهره گفته زنای شوهرای مردم رو ببین الن مرده به زنش گفته زنای مردم رو ببین فلانن از این حرفا ترچدگی اما تمام اون چیزی که دیگران راجع به تو میگن هیچ ارزشی نداره و تعیین کننده هویت تو نیست تمام اون چیزی که خودت راجع به خودت فکر میکنی من از پسش بر نمیام من نمیتونم من جاهلم من ابله من خنگم من علم من بلم باز اون هم هویت تو رو تعیین نمیکنه هویت تو و هویت من رو کلام خداوند تعیین میکنه و خداوند به تو و به من میگه تو فرزند محبوب من هستی تو دختر محبوب من هستی تو پسر محبوب من هستی و ما میبایستی که از اون ابتدا این رو بدونیم بدونیم که اون اشتاتوس ما در خداوند به واسطه کارهای ما تغییری نمیکنه او از ابتدا ما رو محبت کرد اما برای این که توی زندگی نوینی به عنوان مخلوق نو قدم برداریم ابتدا یعنی میخوایم این رو بگیم در واقع موضوع این هست که میخوایم نگاه کنیم که این پروسه زندگی ما با مسیح در ادامه چطور به نظر میاد یعنی چه جوری زندگی ما تعریف و تبیین میشه با مسیح که مثل من با مغز نریم توی دیوار بخوریم که ذهن من یا شیطان بگه که بیا مسیحیتم یه دروغی بیش نیست یا مسیحیتم مثل اسلام اینجوریه بعد کار کنی افسرده بشی همش ببینی دیگران پیشرفت میکنن تو نمیکنی هیچ شادی تو زندگیت نیست وعده های خدا رو میشنوی هیچ کدومو تجربه نمیکنی ببینیم که این زندگی طور دیده میشه به خاطر همین توی کتاب امثال سلیمان باب 14 آیه 14 اومده البته من این رو از روی ترجمه شلاخت 2000 آلمانی به فارسی برگردوندم توی ترجمه های فارسی شاید یه مقدار متفاوت باشه اما در کتاب همسال چارده چارده اومده انسان خدا نشناس از راهها و کارهای خود اشباع و پر می شود و انسان نیکو از آنچه که در او هست اشباع می گردد چیزهای نیکو که در او هست ابتدا او را پر کرده و سپس از او خارج شده و در پیرامون او باعث ایجاد تجربه ها و اتفاقات نیکو می گردد خوب دقت بکنید انسان نیکو از چیزهایی که در درونش هست اشباه میشه در درون ما که گفتیم چیزی نیست پس ما میبایست که در ابتدا در اول از درون به واسطه روال القدس به واسطه کلام خدا یعنی کتاب مقدس و پیغام انجیل اون پیامی که انجیل برای ما داره اون پیامی که عیسی آورده برای ما پر بشیم از درون و در واقع باتسویک بشیم ازش یعنی گواه بشیم برش گواه بشیم بر این که این چیزی که کلام خداوند میگه این من هستم باور بکنیم و از درون پر بشیم اون زمان هست که تازه ما این شانس رو داریم که توی این پروسه شروع بکنیم و کارهایی رو انجام بدیم اون زمان هست که روحی که به واسطه این المانهای الهی یه دونه برگردیم لطفاً به واسطه این المانهای الهی پر بشه اون زمان اون میشه یک روح رشد کرده میشه یک روح قوی و بالغ که میشه منبعی که از درون ما اون موقع اتفاقات نیکو به واسطه اون به بیرون جاری میشه و باعث میشه که ایمان ما رشد کنه و در نهایت به جای اون دپرسیون و تصادف با کلهی که من گفتم به دیوار کردم در ما هر روز شوق و اشتیاق بیشتر به ایمان بیشتر و جلو رفتن بیشتر ایجاد بکنه می دونید ما می بایستی که اینو توی ذهنمون توی قلبمون توی وجودمون پر بکنیم که وقتی که ما دعا می کنیم یا اتفاقهای خوبی که توی زندگیمون میفته یا دعا میکنیم و برآورده میشه اینها به صورت یک چیزهایی که تولید شد یه دفعه یا اوباراشونگ یا یک سورپرایز هست به وجود نمیان بلکه تمام اینها در عیسی مسیح قبلا به ما داده شده است باید باید از درون با تمام وجود به این گواه بشیم و خبر خوش و پیغام خوب این هست که راه ورود برای تجربه تمام این برکات و استفاده کردن از وعده های خداوند عملی شدن وعده های خداوند توی زندگی اون برای همه ما بازه برای تک تک ما یعنی برای کسی که همیشه میاد تای کلیسا میشینه میگه من آدم بدی ام یا من کافی نیستم من خوب نیستم هیچ فرقی بین اون با کسی که اول میشینه یا پرستش میکنه یا موزه میکنه نیست. برای همه ما این راه باز هست و برای اینکه ما بتونیم به صورت خیلی این مهم هست که سیستماتیک و پیوسته در واقع این رو تجربه بکنیم که خداوند چطور ما رو مستعد میکنه که از چالش های زندگیمون رچیم از بحران ها از افکار منفی جدا بشیم نیازمند یک نوع رفتار نوع روحانی هستیم نیازمند یک نوع رفتار نوع روحانی هستیم به عبارت بهتر نیازمند آگاهی و اطمینان نسبت به چند تا موضوعی هستیم که الان میگم که محبوب خدا هستیم بی قید و شرط کسی هست اینجا که شک داشته باشه که خدا آن رو دوست داره خجالت نکشید من فکر میکردم اینطوریه ما این دو سه روزم توی یک سمیناری بودیم در جای افرادی اومدم به من گفتن که ما شک داریم که خداوند منو دوست داره چون من هر چی دعا میکنم اتفاق نمیفته اما چیزای بد یعنی فکر نکنید اگر الان ملت کنید خودتون رو بد میشه اگر هست میبایستی که بدونی محبوب خدا هستی میبایستی که برای این تبدیل فکر روحانیت میبایستی که بدونی توسط او تایید شدی برکت یافته هستی و توانمند هستی اینها رو در ابتدا می که بدونی و خیلی مهم هست چون اینها باعث میشه که قوی بشی و قوی بودن در خداوند بارها به ما تاکید شده توی کتاب یوشع میتونیم بخونیم توی باب یک آیه 5 تا اما هدف چیه هدف اینه که توی کتاب مقدس یه جایش میگه هدف از انجیل نجات جانهای ما توی ترجمه آلمانی از زیله استفاده میکنه زیله جان ما مجموعی از احساسات ما افکار ما نمیدونم این چیزایی که تشکیل نفس ما نه نجات جانهای ماست هدف در واقع از شناخت هویت جدید ما اینه که بیفتیم توی یک فازی که یک فرم و سبک نوع زندگی داشته باشیم یعنی به شکلی کاملا جدید فکر کنیم و به شکلی کاملا جدید در واقع خواسته رو داشته باشیم خواسته هامون هم بشه تجهیزات روحانی که در اختیارمون هست رو بشناسیم من یه مثال میزنم زمانی که ایران بودم یا ترکیه بودم مثلا فکرهایی که من مینشستم میکردم بگیم یکی از با عرضشتن چیزهایی که ما داریم وقتمونه نه که خدا بهمون داده مثلا شاید اکثر شما اینطوری باشه موقعی که میخوای بری بخوابی میشینی شروع میکنی به فکر کردن یا آرزو کردن یا خیال بافی مثلا فکرای من او اگه یه روزی این ماشین رو بخرم چی میشه او اگه اینجوری بشه چی میشه مثلا وقتی که خیلی معتاد در بوداقم بودم پول نداشتم یه شرکت کوچیکی داشتم ورشکست شده بود از دست دادم مثلا فکرای من او اگه یه دختر پولداری بیاد عاشق من بشه من از اینجا نجات بده مثلا می هستم به این چیزا فکر میکرم. یا او برم حالا تو خیابونم مثلا فکر میگن مثلا نمیدونم یه فیلم اومده جایزه فلان گرفته حالا ببینم چجوری میشه برم اون فیلم رو ببینم برم سینما فکر این نه اینکه من بگم مثلا الان کسی بشینه فکر کنه بره سینما بده ولی میخوام افکار رو بگم اما امروز وقتی که هویتم رو توی مسیح شناختم و میدونم که هیچ چیزی با ارزش تر از وقت من نیست وقتی که فکر میکنم میگم خدای من من میخوام حتی این لحظه رو هم با تو باشم توی مشارکت با تو تو چه چیزی توی قلبت هست چه چیزی هست که برای تو مهمه که من بتونم اون رو انجام بدم چه کار میتونیم با هم بکنیم که یه ذره اون پلان های تو رو جلو ببریم یعنی به این شکل این یک تبدیله که یک شالتر نداره که بزنیم و عوض بشه بلکه در طول پروسه اتفاق میافته و منظور اینجا این هست در واقع این روحی که این پروسه رو طی میکنه روحی میشه که چالش ها رو در واقع به عنوان یک چیزهایی میبینه که میتونه ازشون بگذره یعنی اینقدر معتقد هست به پیروزی که داره و اینقدر از اون کیفیت زندگی که خداوند براش میخواد باور کرده و آگاه هست که اصلا مشکلات نمیتونه اون رو رو خم بکنه چرا توی پرستش ها برادر آلبرت خون ما خوندیم که ما غالب هستیم آیا میخوایم آدمایی باشیم که فقط یه سری جملات رو تکرار میکنن یا میخوایم باور کنیم و عمل کنیم توی زندگیمون پس میخوایم که باور کنیم و, و, این روح باور میکنه که در واقع از پس مشکلات برمیاد و حتی توانمندی این رو داره که از وقوع وعده های خدا توی زندگیش مطمئن باشه و حتی پیش از تجربه اونها هم شک بکنه ایمان ما به چیزهای ندیده از کلام خدا اینو میگه من و همسرم زمانی که ردیمون رو گرفتیم توی پروسه پناهندگی توی آسانسور کاغذ رو دیدیم نوشته رد شدید شاید عکس عمل ناراحتی ما ده ثانیه بود وقتی که رسیدیم داخل خونه اولین کاری که کردیم این سرود پرستشی آی تسلیم هستم رو گذاشتیم زانو زدیم گفتیم خدای اصلا مهم نیست برای ما این چی میگه من منفی رد شدید ترکیه هم رد شدیم تو مهمی تو کنترل رو داری و ما شکرگزاری می کنیم. چون تو یه روزی پاسپورت یه جایی رو به ما میدی از آلمان هم بندازن بیرون یه جای دیگه جا برای ما تو داری و باور کنید که دو سال تمام ما هر روز برای اینکه خدای تو پاس آلمانی رو به ما میدی شکرگزاری می, می کردیم. و اول اقامت قبولی رو میدی شکرگزاری می, می کردیم. و این رفتار باعث میشد که از درون در واقع شادی داشته باشیم بتونیم که در واقع از وعده های خداوند پیش از وقوعشون لذت ببریم اما مسئله ای که هست این هست که چهار قدم که چطور حالا ما میتونیم که این روح جدیدمون رو پرورش بدیم این خیلی جالب هست نکته اول این هست که تغذیه و پر کردن روح جدیدمان با کلام خداوند با کتاب مقدس بر اساس آیات اول پتروس 1 22 و 23 تولد دوباره ما از بعض و دانه کلام خدا بوده به طوری که این بعض و دانه در ما به صورت دائم کار خواهد کرد و محبت حقیقی و توانمندی اطاعت و محبت کردن و دوست داشتن را در ما ایجاد و آزاد خواهد کرد این برگردیم به اون دو حکم اعظم عیسی تازه وقتی که ما شروع بکنیم که خودمون رو مشغول کنیم با کلام خدا اما به چه شکل روند عملیش هر شخصی که عیسی مسیح رو دنبال میکنه و تولد تازه رو داره میبایست که روزانه کتاب مقدس رو مطالعه کنه به این شیوه که به صورت طبقه بندی شده و با محوریت موضوعات مشخص و سعی بکنه کتاب مقدس رو مثل یک خوراک روحانی بخوره و هضم کنه و حتی اونها رو روشون کار بکنه تعمق بکنه فکر بکنه و در صورت لزوم بخشی از اونها رو حفظ بکنه تاکید میکنم حفظ بکنه بر زبان بیاره و اجازه بده که از درونش جذب بشه و ارتباط آیات با خودش و زندگیش رو و کاراکتر شخصیتش رو بفهمه مثال خوب باز هم تشکر از همه شما کلیسای الفا آمگا برای برنامه خوب زندگی من با مسیح دادن. مثال زد توی شهادتش که میگفت گفت بازجوی من به من گفت دو روز دیگه تو رو آزاد میکنم و من خوشحال شدم رفتم توی اتاقم نشستم اما بعد از دو روز دید که اتفاقی نیفتاد تو میشکنی خورد میشی ترس داری ناراحتی داری امید داشتی که بری اما یهو روح خداوند چه چیزی رو به یادش آورد توی تیموتاوس اگر تو وفادار نمونی من وفادار میمونم تو باید توکلت به من باشه نه به اون بازجو یعنی کلام خدا اینجا سریعاً اومد و اون از اون زیتواتسیونی که درش بود کشید بیرون و در ادامه از ارمیا گفت خدا خواهر دادن که چی گفت خدا بهش گفت ملعون از کسی که توکلش رو بر مردم میذارد و متبارک از کسی که توکلش رو بر خدا میذارد ببین کمکش کرد من یه مثال از خودمون بزنم همسر من کم و بیش شما بشناسید اما خب نازی عزیز زندگی خیلی سختی رو داشته زمانی که سه روزه بوده میدنش به یه خانواده دیگه و اون خانواده توی یازده سالگی میگن تو باید با یه نفر ازدواج کنی عقد میکنن نامزد میکنن چیزا توی دوازده سیزده سالگی ازدواج میکنه سیزده سالگی بچه اول چهارده سالگی بچه دوم رو به دنیا میاره و همسرش کار نمیکرده و خیلی سختی ها رو میکشه تا بچه ها رو خودش بزرگ بکنه چند سال حدود 7 8 سال از زمانی که ایمان آورد به عیسی مسیح پسرش یک بیماری روده گرفت که خیلی خطرناک بود و بسیار حالش بد بود حتی بعضی گفتن میمیره بعضی گفتن سرطان میشه و خلاصه بعد از درمان های مختلف میبایست که عمل میشد نازی اومد گفت خیلی با ناراحتی یا با شاید حتی خجالت کاو پول احتیاج داریم خیلی مبلغ زیادی دکتر خواسته برای این عمل من بدون هیچ اینکه فکر بکنم گفتم که اوکی میدیم هر رو داشته باشیم میدیم نداشته باشیم کردیت میگیریم از بانک ما کردیت رو از بانک گرفتیم فرستادیم امین عمل کرد خوب شد چند وقت بعدش توی کلیسا یک نفر منو دید و به من گفت خواب ماشین چی داری؟ گفتم من ماشین ندارم گفت مرد حسابی تو این همه اینجا فلانجا فلان شرکت کار کردی نمیدونم اینجوری اونجوری زنت کار میکنه ماشین نداری فلان شبان رو ببین بنز داره اون یکی داره. بعد یهو منو میگی اصلا یه ها گفتم ای راست میگه برای چی من ماشین ندارم بعد یهو اولین فکری که اومد اگر تو اون پولی که وام گرفتی فرستادی که بچه زنت عمل بشه میدادی یه بنز میخریدی الان این حرفم نمیشنیدی شیطان چه جوری سوء استفاده میکنه در هر وضعیتی ما رو بکشه پایین و نتیجه اون اگر میخواستم که دل به دل شیطان بدم چه اتفاقی می افتاد برم خونه زنم در باز کنه به که با روی باز ازش بخوام باش مواجه بشم تو باعث شدی که امروز یکی به من بگه چرا ماشین نداری و من خجالت بشم فکر کنم اما اولین چیزی که من توی اون لحظه دنبالش گشتم این بود که یا خدایا من الان کمک از تو میخوام تو باید الان منو بکشی بیرون گنج های خود را در آسمان ذخیره کنید یعنی این صدا مثل بوم توی مغزم پیچید و مثل یه آب سردی که ریختی روی آتیش پاهام دستام میلرزید گنجهای گنج های خود را توی آسمان ذخیره بکنید اینه که کلام خدا را اگه میگیم حفظ کنیم مثل هم دو قول هاولا نمیگیم که مثلا بگیم از در خونه میخوای بری بیرون ده بار رومیان هشت بیست تو بخون نه <applause> بلکه ایسا میگه من تا انقضای عالم با شما هستم چه جوری با ما اینجوری اینجوری ساپورتمون میکنه اما گزینه دوم شناخت هویت جدید به وسیله برداشتن قدم‌های ایمانیه توی فصل دوم این کتاب اینا رو توضیح داده من این رو خیلی بهش نمیپردازم امروز چون اگر دوست داشتید میتونید کتاب رو تهیه بکنید کتاب خوبیه نه برای اینکه من ترجمه کردم بلکه باور کنید من پیش از اینکه این کتاب رو ترجمه کنم بار بیشتر از صد بار خوندم کتاب رو و کمک هم می‌کرد به خاطر اینکه بدونی که تو کی هستی باور بکنی که تو کی هستی تو اونی هستی که مثلا داییت میگفته بابا تو هیچی نمیشی یا نمیدونم ترک های ترکیه میگفتن سندم بی جاژیک اولماز نمیدونم یعنی مثلا از تو یه ماست خیارم در نمیاد یا حالا ما میگفتیم آب گرمی آبی ازت گرم نمیشه که تو بدونی که امروز آخر جلسه هم بهش میخوایم برسیم کی هستی؟ چقدر مهم هستی؟ باور داریم کلام خدا میگه ما همکاران مسیح هستیم کلام خدا میگه ما فرزندان مسیح هستیم امروز تو اون تصویری که خدا دیدم میگه خدا میگه به شما کلیسای الفا میگا شما بودشافت، کنسول سفارت من هستید توی هامبورگ توسط شما بعد اتفاقهای اینجا بیفته که این رو امروز خیلی بهش نمیپردازیم اما قدم بعدی تبدیل در روح قدسه که نکته بسیار مهمیه تبدیل در روح القدس یک پروسه من الان یه متود نداره که من بیام به شما بگم باید این قدم ها رو بردارید تا در روح القدس تبدیل بشید یک پرسه است که زمان داره اما میباید باز کنید قلب رو برای اینکه روح القدس کار بکنه و کلام خدا توی یهودا بیست میگه اما شما ای عزیزان خیشتن را بر ایمان بس مقدس خود بنا کنید و در روح القدس دعا نمایید که وقت بذاریم در گمانشافت و پارتنرشافت با, ایس... با روال قدس باشیم ببینید اگر ما در این مشارکت و پارتنرشافت با روال قدس نباشیم مسیحیت رو تبدیل میکنیم به یک سری قواعد خشک ماشینی مکانیکی که هیچ بهرهی رو برای ما نداره یعنی یک مذهب خشکی رو میسازیم و این خطر رو ایجاد میکنیم که حتی دچار افسردگی بشیم و اصلا از مسیر اصلی منحرف بشیم حتی برای خود عیسی هم میبینیم که اون مشارکت با روح القدس وقتی که روی زمین بود کنار در واقع ارتباطش با کلام خداوند و پدر در واقع جز مهمترین نکات بود زمانی که توی چهل روز توی بیابان بود وسوسه میشد هر سه کاری که کرد جوابی که داد چی بود هدایت روح القدس از کلام خدا از کتاب مقدس اون زمان آیاتی رو آورد شروع نکرد فلسفه به بافه جلوی شیطان بلکه از کلام خداوند استفاده کرد در اون پارتنرشافتش با روح القدس و این صحبت ها رو کرد و کلام خدا توی اعمال رسولان یک هش به همه ما میگه روح القدس بر شما خواهد آمد و شما قدرت خواهید گرفت یعنی ما من و شما تک تک ما می بایستی که در واقع قدرت روح القدس که بر ما میاد رو تجربه بکنیم اون وقته که این قدرت توانمندی لذت بردن از مسیحیت از رابطه با خداوند رو به ما میده و ما رو مستعد میکنه که مطیع خداوند باشیم نه بر اساس این که اطاعتمون از روی ترس باشه بلکه بر بل این اساس که اطاعت ما از روی محبت باشه یعنی خداوند و در واقع بودن با او برای ما به یه خواسته تبدیل بشه من یک بار اینجام که موزه کردم براتون این مثال رو زدم اگر یادتون باشه اگر نیست کوتاه این رو میگم زمانی که من تازه به برلین اومده بودم کلیسای ما در یه منطقه است که کنارش یه دریاچه هست و تابستونا مردم خیلی میان برای شنا اونجا خب من سالهای زیادی توی ایران بودم مثل خیلی از شماها و توی ایران خانم ها همه محجبه هستن توی ترکیه هم جاهایی کار میکردم که خیلی دور از شهر بود و خیلی بیرون نبودم و وقتی که میرفتم با اوبان اسپان به سمت کلیسا خانم ها یا دختران جوانی رو میدیدن با دامن کوتاه یا شلوارک یا تاپ و چون چشم های من همچنان تحت تاثیر گذشته من بود اون ناتور و طبیعت گذشته من بود دوست داشت که ببینه چون ندیده بود چون این چیز رو سالهای سال ندیده بود دلش میخواست ببینه گوشهای من از کلام خداوند زیاد شنیده بود شنیده بود که عیسی میگه اگر به یک خانم به چشم شهوت نگاه کنی زنا رو در دلت کردی حالا فکر کنید من بیبل رو هم میگذروندم و هر روز میگفتم اوه روزی هزار بارم دارم زنا میکنم و یه بلوایی درونم بود به عیسی میگفتم که عیسی تو کلامت خوبه قشنگ شیرینه ولی خانم ها هم قشنگه من نمیدونم الان یعنی موندم که اینا رو نگاه کنم یا به تو گوش بدم تو باید یه کاری انجام بدی و یه روز توی یه شهری بودم توی هتل روح القدس چنان حضورش اومد و به من گفت کاوه هدف من از مشارکت با تو فقط این نیست که ما دوتا با هم وقت بگذاریم بلکه من میخوام زیبایی عیسی رو برای تو آشکار بکنم و واقعا اونجا تصویری رو از ایسا برای من باز کرد روح القدس که وقتی من نگاه میکردم به این شخصیت و به خودم یعنی میگفتم این آدم این شخصیت جونش رو برای من داد واقعا یعنی من اینقدر ارزش دارم که این آدم به این زیبایی به این با این جلال جونش رو برای من داد و تنها چیزی که تونستم بگم این بود که عیسی چشم من تا انقضای عالم فقط میبایست که جمال تو رو ببینه و نه هیچ چیز دیگه یعنی روح القدسه که ما رو مستعد میکنه که از وقت گذاشتن با خداوند لذت ببریم به یک خواسته و مطالبه تبدیل بشه برای ما اینکه با خداوند وقت داشته باشیم اون وقتی که آرامش پیدا میکنیم و این شادی ما رو زیاد میکنه اما نکته بعدی آرشان شما کشی هر وقت وقتم تمومه یه اشاره بکنید ممنون میشه اما نکته بعدی کنار این سه مرحله خیلی خیلی مهمه نزدیک شدن به خداوند و صمیمیت با او ببینید خیلی مهمه که ما زمانی میتونیم محبت بکنیم که اول محبت بشیم کلام خدا هم میگه او اول ما را محبت کرد اما ما همونطوری که گفتم یه خورده مشکل داریم با این که گشنگ رو بپذیریم مثلا خواهر لادن امروز یه مثالی رو صبح توی اون جلسه که اون بر بودیم میزد میگه من رفتم آمریکا یه کلیسایی میخواستم برم خرید بعد بعد یه عزیزی هم از این کلیسا اومده بود میگه من رفتم خرید کنم هر جا میرفتم حساب کنم میگفت نه من حساب میکنم بعد من می گفتم نه من حساب میکنم اون می گفت نه من حساب میکنم آخر کار به جای رسید که اون خادم زنگ زد به کشیش گفت بابا این کوتا نمیاد با شرف بزن اون کشیش هم بهش میگه اجازه بده ما میخوایم تو رو برکت بدیم و تو داری جلوی برکت گرفتن ما رو میگیری ما تو رو برکت میدیم که خدا ما رو برکت بده نه یعنی توی ناتور ما هست مهم نیست که سالها در خدمتیم یا چی و خدا رو شکر برای که با فروتنی مثال رو زد باید اجازه بدیم که محبت خدا جاری بشه توی زندگی اون باید اجازه بدیم که بریم باور بکنیم که محبوب خداییم چطور میتونیم باور کنیم وقتی تجربهش بکنیم یه مثال میزنم 14 فیبقوها سالگرد ازدواج من نازی هست سال 2015 روز ولنتاین امسال خیلی دوست داشتیم چون تابستون میخواستیم بریم اولاب نشد و گفتیم که وایناخته میریم وایناخته نشد گفتیم که اوکی پس سالگرد ازدواج اون که همیشه میریم امسال هم هفتمین ساله، میریم من خیلی جزایر قناری رو دوست دارم خیلی مثلا میگم این جزیره رو امسال رفتیم اینو بعدا بریم خیلی دوست دارم اونجا رو و بعد نشستم هتل ها رو گشتم چرخیدم این که یه چیز سورپرایز رمانتیک هم برای نازی درست بکنم وقتی که یه هتل رو پیدا کردم یه اتاقایی داشت یونیور سویت اینا مثلا خونه ای ما 44 متر مثلا سویت داشت 70 80 متری جکوزی داخلش اصلا یه دم و دستگاهی بعد اتاق معمولی هم داشت ولی هتلش هم خیلی قشنگ بود من گفتم اوکی ما که اینو که نمیتونیم این هزینه یه شبش اندازه کل اقامت ما میشه اگه یه اتاق دیگه بگیریم گفتم خدایا من خیلی دلم می‌خواست که امسال مخصوصا دو سالم به خاطر کرونا سفر نرفتیم یه سفر خیلی توپ به قول خودمون لاکچری باحال داشته باشیم پولم که اونقدر نداریم که حساب کنیم اوکی دیگه حالا میریم تو این هتل که تو این هتله باشیم دیگه اتاق معمولیشو میگیریم ما رفتیم اونجا وقتی که رسیدیم توی هتل رسپسیون مدارکمون رو دادیم گفتیم که اتاق ما به ما بدید گفتن که اتاقتون حاضر نیست سب کنید برید غذا بخورید ما رفتیم غذا خوردیم اومدیم یکی دو ساعت بعد توی رسپسیون یه خانم دیگه اومد این یهو او شروع کرد وقتی که من با نازی حرف زدم به ما گفت ای ایرانی هستید فلان مثلا ایرانی رو تو آلمان ببینید تو هامبورگ تو برلین تعجب که ولی تو جزایر قناری اسپانیا اون مثلا آدم باور نمی‌کنه یه ایرانی اینجا کار بکنه گفتیم یا آره ما از برلین اومدیم اینجوری کاوه و نازی هستیم سالگرد ازدواجمونه و اینطورا اومدیم اینجا اوکی خوش اومدید بفرمایید اتاقاتون ما رفتیم اتاق بعد من هی این هتل رو میدیدم و گفتم خدایا چی میشد اگر ما اونجا بودیم روز یک شنبه نازی پایین دوربر استخ بود اونجا از این آکوافستا انجام میداد من گفت رفتم بالا نمیدم چی بیارم یه دیدم یکی در میزنه در اتاق باز کردم همین خانم ایرانی اومد یه کاغذ داد دست من گفتش که فردا ساعت 6 یعنی دوشنبه روز ولنتاینم بود 14 فوریه ساعت 6 با خانومتون بیاد رسپسیون خدا چی کار داره اینا؟ یه مشکلی هم سر این کردیت کارت ما بخون کردن پوله بود گفتم شاید مربوط به اونه وقتی که رفتیم اونجا گفت من با ایمیل زدم به مدیریت هتل گفتم یه زوجی اینجا هستن که ایرانی هستن هموطن من و از آلمان اومدن و هم سالگرد ازدواجشونه و تصمیم گرفتن که تو هتل ما باشن و خیلی خوب میشه اگه ما به اینا یه هدیه بدیم و مدیر هتل گفته بهترین سویت هتل رو که در بالاترین طبقه یعنی آخرین طبقه هتل فقط یه سویت بود و این سویت براشون آماده بکنید و تا موقع رفتنشون اقامتشون اونجا باشه وقتی که ما رفتیم وارد اتاق شدیم در رو که باز کردیم ببین دکور کرده بودن فراتر از اون چیزی که من تصورشو میکردم گلای سرخ روی تخت هولا رو قلب بچینید جکوزی رو پر آب کرده بودن گلبرگای سرخ شم دورش یه فلاش زکت گذاشت اصلا یه چیزی <تصفح> آنچه را که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشیده نشنیده خداوند برای دوستانان خود مهیا میکنه <applause> من اگه میخواستم بخرم که این اتاقو که نمیتونستم به شما اما یه کسی هست که از حال دل من خبر داره چون همه چیزو براش گفته بودم و باور میکنم که در رابطه با او هستم او منو میشنوه و اگر خدا این کار رو کرد برای کاوه و نازی به این دلیل نیست که کاوه و نازی آدم های خوبی هن. یا چون کاوه کتاب ترجمه میکنه تو ترجمه نمیکنی برای اون اینجوری میکنه برای تو نه نه فقط به این مربوطه که اون نیکوست هیچ ربطی به شایستگی منو نازی نداره چون منو نازی چیزی نداریم که پس این برای همه ما هست و کلام خدا میگه توی مزمور بیایید و بچشید که خداوند نیکوست و باید که ما اینها رو و تجربه بکنیم که جایی که شیطان تلاش میکنه که بگه ببین خدا اینجا و اصلا یعنی من الان یه وقتای بخره انسانیم دیگه همه ما افکار منفی میاد شیطان یا جان خودمون میخواد بیاد از این حرف ها بزنه به قول برادر ژیلبرت پنجره رو میکشه پای میگه برو بیرون میگم برو بابا برو من بخوام بشینم بعد بگم که پدر من چه جوری منو دوست داره که میذاری فرار میکنه خودت برو نمیتونی روی من دست بذاری که بخوای به من بگی که خداوند منو دوست نداره یا منو نمیبینه نمیتونی دیگه با من نمیتونی این بازی ها رو بکنی و این یک تمرینه ما می که خداوند رو توی این رابطه بریم ببین حرف باید بزنیم ما یه وقتایی فکر میکنیم مثلا یا درست نمیگیم برید تو خیابون مثلا شروع کنید بلند بلند با خودتون نفس مردم بگم مثلا این قاطی اما توی خلوت خودت که هستی حرف بزنی با خداوند بگی خدا میخوام واقعا این محبت تو بچشم باور کنید من این شهادت ها رو مشابه اینا رو یه روز تو کلیسا هم میشنیدم تنها کاری که کردم این بود که رفتم خونه گفتم اگه اینا تجربه میکنم منم باید تجربه کنم من نمیدونم منم میخوام که تجربه کنم همین و امروز دعوتتون میکنم که نزدیک بشید به خداوند او اشتیاق داره نسبت به تک تک شما چون شما فوق العاده اید باور کنید اگر صد درصد تک تک ما بدونیم که خدا چه جوری ما رو دوست داره هیچ کدوم روی این صندلی ها بنده میشیم از شادی اما توی این پروسه یک مشکلی میتونه که به وجود بیاد اول اینکه چیزی که خیلی مهم هست این هست که ما بدونیم در واقع ما در،, در, یک پروسه هستیم یعنی روح ما تازه میشه هیچ ایرادی نداره روح ما ابتداعا ضعیفه یعنی احتیاج داره به این که تقویت بشه احتیاج داره به این که رشد بکنه کلام خدا توی اول قرنتیان سه یک تا سه میگه اما من ای برادران نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاص نفسانی یعنی مانند کسانی که در مسیح کودک نوزادند من به شما شیر دادم نه گوشت آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید چرا که هنوز نفسانی هستید ببینید روح جدید ما بسیار ضعیفه نابالغه رشد نکرده است وقتی که مواجه میشه با اون قدرت نفسانی من قدیممون و افکار قدیمیمون که هنوز نو نشدن توانایی مقابله نداره اگه ما وصل نشیم به اون سه تا منبعی که اول گفتیم کلام خدا روح القدس و پیغام انجیل یعنی باید با اون پرشه اگه نه جلوی افکار منفی ما کم میاره و اون وقت اجازه نمیده که وعده خدا رو به صورت عملی تجربه کنیم و ما رو هدایت میکنه به یه وضعیتی که درش دپرسیون هست زمانی که ما تحت حجوم افکار منفی قرار میگیریم افکاری که به ما میگه تو بی ارزشی تو کم ارزشی تو نالایقی تو کم داری تو فلانی نسبت مقایسه کردن با دیگران میدونی همه شما آشنایید با این افکار درسته مثلا امروز شبان تو رو ندید اون یکی رو دید چرا چون تو بی ارزشی نمیدونم امروز اون قبولی گرفت تو نگرفتی چون خدا اونو بیشتر دوست داره اگر از حقیقت استفاده نکنیم از اقتدارمون استفاده نکنیم جلوی این افکار منفی نابود میشیم شکست میخوریم اگر نیستیم جلوی اون افکار منفی که شروع میکنه میگه که تو نالایق خدا تو رو کمتر سه نیستی میگیم نه همچین نیست چنین نیست من باور نمیکنم کلام خدا میگه من فرزند محبوب اون هستم یا خیلی چیزهای دیگه که مثبت در موردم میگه این رو باید بگیم باید صحبت کنیم یه مثال براتون بزنم چند سال پیش میخواستم دعوتنامه بفرستم رو ببینم خیلی سالهای زیادی من با خواهرم رابطه نداشتم به خاطر ب... تمام بدیهایی که من در حقش کرده بودم و فکر میکردم که هیچ وقت تا آخر عمرم هم نمیبینمش اما خدای ما عیسی مسیح قادره که دلها رو نرم بکنه و خلاصه آشتی کردم با خواهرم و خواستیم دعوتنامه بفرستیم که بیاد من دیدم نازی بیقراره نازی ناراحته نه به خاطر اینکه داستان خارشوهر بازی و نمیدونم اینجور چیزا از درون یه چیزی داره آزارش میده گفتم نازی بیا با هم صحبت بکنیم جریان چیه؟ گفت من چند وقت الان درگیری اینم که اگر لادم بیاد چون من از تو بزرگترم چون من دو تا بچه دارم منو قبول نمیکنه و به تو میگه که این, این کیه که تو گرفتی؟ من, من منو نمیپذیره من گفتم خیلی خوب که اینو گفتی که این حرف رو زدی ولی نه این طور نیست باور کن که این طور نخواهد بود و هم وقتی که خواهرم اومد نازی دقیقا این رو بهش گفت و خواهرم گفت برای ما اصلا مهم نیست که تو گذشته چی بوده چون کاوه تو رو دوست داره ما هم تو رو دوست داریم اما میخوام این رو بگم افکار منفی اینجوری شروع میکنن که مثل خوره زندگی ما رو بخورن شما توی یه کلیسای زنده هستید کلیسای آلفا اومگا من این رو اه... نه به عنوان یک تعارف یا تعریف میگم کلیسای آلفا اومگا یک کلیسایی است که روی صخره بنا شده کلیسای آلفا اومگا یک کلیسای زنده هست کلیسای آلفا امگا کلیسایی هست که بیبلش بیبلیش پرنسیپ داره شما اینجا شبانانی این رو دارید که من این رو واقعا کاملا جدی میگم و بدون هیچ طرفی من میگم خیلی خوب میشه که خیلی از شبانان ایرانی که کلیسا میزنن حداقل دو هفته بیان اینجا پرکتیکوم بگذرونن و ببینن که این استراکچر کلیسای الفامگا چی هست استفاده کنید از این شبانانتون از همدیگه با هم حرف بزنید وقتی بین زن و شوهر اختلاف میشه برید پیش حرف بزنید ببین اگه نازی با من حرف نمیزد اگر نمیگفت اگه من سراغ نازی نمیرفتم و ازش نمیپرسیدم و این میمون در درونش چقدر زجرآور میشد اون لحظاتی که خواهر من توی آلمان بود تا بیاد و بره اما خواهر من زمانی که برگشت به ایران به نازی گفت من محبت هایی که از تو دیدم از مادرم هم ندیدم پس حرف بزنیم با هم یک منتور یک دوست یک کسی رو کنار خودمون داشته باشیم و راجبش صحبت بکنیم اما توی این مسیری که داریم میریم که ناملایمات درش هست سختی ها درش هست میبایست این رو هم بدونیم که فقط اینطور نیست که درد بکشیم این مسیر پر است از لذت ها وقتی که میبینی محبت خدا رو دریافت میکنی این لذت ها رو میچشی توی این پروسه اما یک خطری در کنار همه ما هست توی این پروسه گناه تلاش میکنه توی این پروسه ای که ما میریم به سمت شناخت هویت جدیدمون ما رو بکشه پایین از سه طریق کلام خدا میگه ما از گناه و قدرت گناه آزاد شدیم دیشب هم برادر جیلبرت اینو تاکید کردن از قدرت گناه آزاد شدیم کلام خدا میگه از پادشاهی شیطان به پادشاهی پسر او آمدیم اما پتانسیل ارتکاب گناه رو داریم درسته و گناه خیلی تلاش میکنه که در سه سطح در واقع روی ما اثر بذاره گناهانی که به صورت اعمال و گناهان آشکار می باشن مثل مثلا دزدی، زنا، قتل گناهانی که به این فرم هستن که مشخصه گناهانی که ریشه در ذهن و نفس ما دارن یا در گذشته ما مثل احساس نفرت مثل خشم مثل کینه. که احتیاج به شفا و آزادی دارن و اینا پروسه هایی که باید ازش جدا شیم. اما یک سری گناه ها هستن که میتونیم بهشون بگیم گناهان نهفته و یا نامرئی یا گناهانی که زیرکانه و مرموز هستند گناهانی که از این نشأت میگیرن که ما تکیه اعتماد و توکلمان به قدرت و نیروی خودمان باشد عاملی که همواره از پذیرش و دریافت کلام خدا، تجربه های روحانی از قبیل شناخت حقیقت و یا کمک های الهی و محبت خدا را در ما جلوگیری میکند. مثال میزنم. هیچ ربطی هم به سن ایمانمون نداره. در اوایل ایمانمون، همون زمانی که اینترویو اول رو داشتیم. وقتی که میخواستیم بریم به آمتس برای اینترویو من اصلا مطمئن بودم من میگفتم ما صد درصد قبولی میگیریم چرا چون من تو کلیسای آفتنبک هستم نازی هست بیبل شوله گذروندیم یه نامه نوشته او از بالا تا پایین لیست کرده کارهایی که ما میکنیم ما خیلی فوق العاده ایم رفتیم اینترویو کردیم تاق منفی و جب... علت شدم این بود که ما باور نمیکنیم که شما مسیح هستید بعدا متوجه شدم که چه درسی رو خدا میخواست اونجا به من بده من توان، تمام توجه گذاشتم به توان خودم مطمئن بودم به خاطر کارهایی که خودم میکنم چون تو کلیسا فعالا فلان الان به من قبولی رو میدن و ندادن اما باز هم از اون درس نگرفتم الان من دارم درس میخونم فروالتونگز فاخانگشتلته و بعد یک فلیشت پراکتیکوم بگذرونم یک دوره کارآموزی توی یکی از برلین ها یه اداره دولتی وقتی که شروع کردیم به بوربونگ نوشتن من پیش خودم فکر کردم که من زودتر از همه و صد در صد پرکتیکوم پلاتس رو میگیرم چرا؟ چون من چند تا زبان صحبت میکنم ترکی بردم، فارسی بردم، انگلیسی زرد، عربی زرد، دویچ و جاب سنتر و آگنتو و فراغبای و سوسیال از خدا شما داشت در جا میگیرم آقا صد و شست و تا به وربونگ نوشتم همه منفی، همه در جاب میذارن نه خیر ما نمیتونیم بدیم بعد من از برج ده شروع کردم به بوربونگ زدن که تازه فردا شروع میشه یعنی چهار چهار از برج ده سال قبل هم کلاسی ها مثلا تو هفته پیش تازه بعضی ها شروع کردن نوشتن همه با اولی با دومی نه با پنجمی دیگه دیر دی... بیشترینش با بیستمی گرفتن یعنی همه پلاتس رو گرفتن غیر از من دوباره یک روزی توی کلیسا که بودم دینستم هم داشتم اون آخر جلسات ما وقتی که افراد میان جلو اون منستری گبیت رو من باید کوردینیغم بکنم چی میگیم مثلا یعنی نظم و ترتیب و کرونا و این چیزها را رو رایت بکنم همه بکنم بعد یه نفر رو میدیدم که میشد به اون بگی برای پرکتیکوم میخواستم بودو هم برم سراغ اون بگم بابا من پرکتیکوم میخوام پیدا نکردم جا همه گرفتن بعد میدیدم خب دینست هم, هم باید ول بکنم برم نرم برم نرم, نرم. نمیشه اینجا رم ول کرد دوباره اون پارتنرشافت با روح القدس دوباره اون حضور روح القدس یک آن در درون من این رو بود. قبل از هر چیز ملکوت من رو به طلبید و هر آنچه که نیاز دارید به شما داده خواهد شد دوباره مثل یه آرامشی برام بود که گفتم پس وایسته واقعا صدای خدا رو شنیدم که گفت تو داری الان به اون زاخری من توجه میکنی کار من داری چی میکنی و کار خودت فراموش کردی من حواسم به کار تو هست دو روز بعدش از یک اداره که برای من آبلنونگ فرستاده بود به یکی از همکلاسیهامون جواب مثبت داده بودن اون جای دیگه گرفته بود فرستاد برای من من مدارک فرستادم سریع جواب دادن بیا ما میخواییمت در صورتی که همونا قبلا به من گفته بودن نمیخوایمت پس ببین این اتفاق جدید افتاده یعنی ما توی یه پروسه ایم ربطی نداره که من بگم الان من چون کتاب ترجمه کردم دیگه خطا نمی کنم نه هر روز ما در حال یادگیری هستیم و می بایستی که جدا بشیم از این که تمرکز و توکلمون رو بر خودمون قرار میدیم عیسی مسیح این رو میگه توی یوحنا 5 44 چگونه میتوانید ایمان آورید در حالی که جلال از یکدیگر میپذیرید اما در پی جلالی که از خدای یکتا باشد نیستید خوب دقت بکنید ایسا اینجا چه چیزی رو میگه من زمانی که شروع کردم خدمتم رو توی کلیسای آفتنبگ به دلیل تمام ترد شدگی هام به دلیل تمام تحقیرها که توی توی زندگی گذشته تجربه کرده بودم وقتی یک جنس رو برگزار کرد انجام میدادم تمام تمرکزم این بود که دیگران منو ببینن ایتالیایی های ضرب المثل دارن در مورد سیلویو بلوسکونی نخست وزیر سابقشون میگن این آدم اینقدر دنبال توجه مطبوعات و رسانه ها بودن دلش میخواست دیگران بهش توجه کنن که اگه توی مراسم ختم یه تابوت رو حمل میکردن این آرزو داشت اون مردهی درون تابوت باشه که فقط از این حرفی زده بشه و من دقیقا یه همچین شخصیتی داشتم همش دنبال آنرکنونگ از مردم بودم همش دنبال این بودم که دیگران ببینم میگم واو کاوه چه خوب خدمتش رو انجام میده چون هویت هم رو در مسیح نمیشناختم و این خدمت کردن من نه تنها شادی به من نمیداد که باعث عذابم میشد چون بعضی وقت از کسی نمیشنیدم تعریف اینجا عیسی میگه که برید و جلال رو از پدر بگیرید خوب دقت بکنید اینجا برخلاف خیلی جاهای دیگه خیلی جاها توی کتاب مقدس به ما تاکید میشه که به خداوند جلال بدید احترام بذارید طبیعیه که ما باید انجام بدید اما اینجا صحبت از اون نیست اینجا میگه که ما به حضور خداوند بریم و آنرکنونگو از خدا بگیریم عزت احترام جلال رو از خدا بگیریم اما خدا اتوماتیک رو به ما نمیده بلکه ما باید به حضورش بریم این رو برداریم دریافت بکنیم بگیریم مثل مثالی که از هتل زدم یعنی بریم و بگیم که دیگه الان برای من مهم نیست که آیا آلبرت من رو میبینه که آلبرت من رو میبینه وقتی خدمت میکنم که ساعت نیم میام اینجا یا نمیبینه چون من برای این کار نمی کنم که که آلبرت منو ببینه و آزاد میشیم آزاد میشیم از همه اون ترد شدگی ها آزاد میشیم از همه اون اسارت ها و امروز روزی هست که میخوایم آزاد بشیم وقتی که بدونیم که عزت و احترام از خدا دریافت میکنیم مستعد میشیم که محبت بکنیم مستعد میشیم که با کمک روح القدس قدم به قدم جلو بریم و آخرین فولیه را اگر بیارید توی این پروسه تقسیمش میکنیم به اینکه هویتمون رو توی این بخش ها بشناسیم هویت من به واسطه ای ایمانم به عیسی و به طبع آن پیوند خیشاوندی با پدر آسمانی چی هست؟ یعنی این رو باید متوجهش بشیم درک کنیم که خودش سه بخشه ماهیت ذات و موجودیت جدید من در مسیح بعد از تولد دوباره چیه اینو باید بدونم باید تکرار کنم تمرین کنم مثل یک بدنسازی که ماهیچه عضله ساخته بشه آنچه که من به واسطه رابطه با عیسی مسیح و در پیوند با او و پدر هستم چیه آنچه که من در چشم و نظر خدا هستم چیه ما باید اینو بدونیم تا ارزش خودمون رو متوجهش بشیم اگر ندونیم نمیدونیم چقدر با ارزشیم نشانه ها و شاخصه های هویت جدید من به واسطه روح القدس ساکن در من اونا چی هست وقتی که کلام خدا رو بخونیم اینا رو به بم... ما میگه نکته مهم قسمت شماره سه هست چیزی که مثل یه فیلم شیطان همیشه از جلوی چشم من رد میکرد تو یه آدم تزریقی معتاد داغون مگه میشه خدا ببخشته طی گذشتم و به رخم میکشید مکاشفه کلام خدا در مورد آنچه که من بعد از ایمان به عیسی و تولد دوباره هم دیگر نیستم بسیار نکته مهمیه که میتونه ما رو آزاد کنه و هویت من به عنوان پیرو مسیح با نظر گرفتن خاندگی من در زندگی جدید امروز تک تک شما یک دوره دولت آلمان و مردم آلمان به ما برکت دادن اومدیم اینجا حقوق دادن خونه دادن کمپ دادن امروز که روح ترس داره بین آلمانی ها میره خدا میخواد قوم ایرانی و افغانی برکت باشن برای آلمانی ها میخواد که شماها تک تک شماها هفنونگ و امید رو توی این شهر جاری بکنید خاندگی شما این هست معرفی و تشریح گنجینه و تجهیزاتی که بی واسطه و بی قید و پس از تولد دوباره هم برای من مهیا شدن چه ابزارهایی رو دارم برای این جنگ روحانی کلام خدا میگه جنگ ما با جسم و خون نیست جنگ ما با دنیای تاریکی هست و مسئولیت من با توجه به اقتداری که در مسیح در برابر یک دشمن شکست داده شده و یک جهان مغلوب دارم ما میدونیم که غالب هستیم ما میدونیم که پیروز هستیم این روح ترسی که دو سال داره میره تو سال سوم با انواع و اقسام مختلف داره دنیا رو نابود میکنه امروز من و شما به عنوان فرزندان خداوند میخوایم بیستیم جلوش و تغییر ایجاد کنیم چون میدونیم که ما پیروز هستیم و او شکست خورده من دیروز توی جلسه‌ای که در بخلص داشتیم یک تصویری رو دیدم و یک چیزی رو خداوند به من نشون داد که زنان زیادی مخصوصا توی ایران و افغانستان حالا خشونت رو تجربه کردن زنان زیادی محبت پدر رو نچشیدن زنان زیادی توی خانواده سکسوال میسپخاخت تجربه کردن تجاوز شده بهشون حتی توی آلمان این زنها نیاز به یک آغوش دارن نیاز به آغوشی دارن که بتونه محبت خدا رو برای اونا تجربه قابل تجربه بکنه و چه کسی جز خواهران ما امروز اینجا میتونه که این محبت رو بده اگر من و شما بلند نشیم و همینطور برای برادران برای برادران مردهایی که محبت پدر رو نچشیدن، مردهایی که کتک زده پدرشون، مردهایی که شاید اونها هم تجاوز جنسی رو تجربه کردن، مردهایی که یه دوست، یه رفیق، یه شونهای برای اینکه روش حق حق کنن نداشتن. اگر من و تو بلند نشیم و اینا رو در آغوش نگیریم به عنوان سفیران مسیح، به عنوان فرزندان خداوند، به عنوان کسانی که بود سفیر مسیح هستن، نکنیم چه کسی باید انجام بده؟ اگر خودمون رو به شفتیش بکنیم فقط با چیزهای پناهندگیم و کلاس زبانم و با این و با اون ما باید یک تفاوت رو ایجاد بکنیم توی این زمین توی این دنیای تاریک تک تک ما هیچ کدوم ما هم نسبت به دیگری برتری نداریم و من میخوام خواهش بکنم از شما که توی دو گروه خواهرها این طرف آقایون این طرف و خادمین هم بیان جلو و واقعا خداوند میخواد این مس رو این یه مسی نیست که از دست من خارج بشه یعنی من چیزی رو داشته باشم که اوورده باشم به شما بدم یا من باید دست بزنم نه این یه چیزی است که خداوند به وسیله فرزندانش برای فرزندانش داره و دعوت میکنم که همه بیان ولی اگه کسی دوست نداره یه دعوته میتونه نیاد اما خیلی خوب میشه که بیاید تا این مس جاری بشه تا شما به عنوان اسلحه خداوند برید توی این شهر هامبورگ توی ساختمونتون توی محل کارتون توی مدرسهتون توی هر جایی که هستید به عنوان فرزندان خداوند یک تفاوت رو ایجاد کنید امید رو جلوی این ترسها صحبت بکنید و من ایمان دارم من ایمان دارم که از این درک بیرون میرید تفاوت رو ایجاد خواهید کرد و خداوند امروز این رو از شما میخواد و انتظار داره فکر میکنم خوب باشه که قبلش اما نیاز به یک مکاشفه داریم اگر بتونیم یه بکران موزیک داشته باشیم یا یک سازی رو بزنیم فکر میکنم خیلی خوب میشه در حد یکی دو دقیقه که میخوام اگر تو ترد شدگی کشیدی حقارت کشیدی همه رو امروز بریزی کنار و تو آینه خداوند خودت رو نگاه کنی به روح القدس بگی نشونم بده اونطوری که الان عیسی و پدر من رو میبینن و این تصویرها رو ببینی ببینی که او چطور تو رو میبینه ببینی که چقدر با ارزشی ببینی که چقدر قدرت و توان داری در مسیح ببینی که چقدر کارها رو میتونی انجام بدی یکی دو دقیقه بریم توی این فضا تا هویت جدیدمون رو ببینیم بگیم روح القدس نشون بده به من که من دست و پاچه لفتی نیستم که من اون آدمی که میگن تنبله نیستم بلکه من میتونم یک تفاوت رو در زمین ایجاد کنم نشونم بده که پدر من رو چطور میبینه و بعد از اون خوب میشه که بیایم جلو و اجازه بدیم که خداوند این محص رو مثل یک آتشی مثل یک توفانی بریزه روی همه ای ما که وقتی از این در میریم بیرون واقعا این خونه هایی که دوربر کلیسای آلفا هستن بدون اینکه بدونن چه اتفاقی افتاده فقط بس. به واسطه این باد از ترس آزاد بشن و تک تک شما شاید کسی اینجا باشه که بگه من نه تا حالا کسی رو در آغوش گرفتم و نمیگیرم چون تا حالا هیچ کس من رو در آغوش نگرفته من یه مثال براتون تو میزنم نازی هیچ محبت پدری ندیده هیچ محبتی پدرش دادتش به یه خانواده دیگه اونا زدنش به حد مرگ زدنش تمام بدنش جای زخمهایی که کتکش میزدن به قصد کشت ولی وقتی نازی کسی رو بغل میکنه تو کلیسای ما آلمانی ها میکن یعنی ما نمیدونیم این چه محبتیه که از این میریزه بیرون نازی چیز خاصی نداره این محبت خدا نازی فقط خودش رو در اختیار خدا میده که این کانال که او یک آغوش باشه و خواهرای عزیزم که اینجا هستید شما کسانی خواه... خواهید بود که زنها و دخترانی که خشونت رو تجربه کردن سرشون رو رو شونه شما میذارن و حق, حق گریه خواهند کرد تا آزاد بشن و بدونن که شما یک آغوش امن براشون هستید خونه های شما خونه های امید خواهد شد و همینطور برادرانم هم. کسانی که آرزوی یک پدر رو داشتن که اگر پدر من اینجا بود من امروز این درد رو نمی کشیدم. چرا من نشم یه پدر برای این فرد پس خیلی خوب میشه که چشمامون رو ببندیم و اول ببینیم که رول ردوس باز کنه برامون که ما که هستیم یا رول قدس تو رو دعوت میکنم که واقعا باز بکنی برای ما نشون بدی برای ما ارزشمون رو که چقدر با ارزشیم به خواهرانم نشون بدی که چه گوهرهای بی‌نظیری هستند به برادرانم نشون بدی که چه پسران قیوری هستند که چه مردان جنگاوری هستند به خواهرانم نشون بدی که چه زنان نیرومندی هستند چه زنان رشید و قوتمندی هستند هللویا و همینطور عزیزانی که پشت دوربین ها هستند، تمام اینها در مورد شما هم صدق میکنه <applause> زنان و مردان خداوند را امروز اینجا تجهیز میکنی که خداوند دنیای تاریک رو در اون بخشی که اینها هستند تغییر خواهند داد امید رو شفا رو آزادی رو برمقان خواهند داد و از دان خوب میشه اگر بیاید جلو و تیم خادمین هم بیاد تا همه ما اجازه بدیم که خداوند این محبتش رو در دل بریزه تا بشیم یک آغوش امن برای دلشکستگان تا بشیم یک معمن امن هم. و همه شما همه شما باور کنید این رو فوقلاده هستید شما یک لشکر بی هستید امروز خداوند میخواد که به واسطه شما تغییر رو ایجاد کنه عزیزانی هم که در خانه هستید دستهاتون رو به سوی آسمان بلند کنید روح خداوند در همه جا هست امروز خداوند روحش رو خواهد ریخت